تقریبا هفته ای نیست که در خبرها خبر کشف میزان قابل توجهی سلاح و مهمات توسط دستگاه های امنیتی رژیم در نشریات مختلف درج نشه. سوال اینجاست که چرا این میزان سلاح و مهمات به صورت قاچاق وارد ایران میشه؟ چه کسانی در صدد تهیه این سلاح و مهمات هستند؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با همکارم منوچهر منوچهری. منوچهر با سلام بهت. ابتدا اگه آماری از میزان سلاح‌ها و مهماتی که در همین چند ماه اخیر کشف شده داری برامون بگو. بله، با سلام به شما مشتاق و همچنین با درود به همه جوانان شورشی تو ایران که با اقداماتشون رژیم رو واقعا به وحشت انداختن. طبق اطلاعاتی که من دارم در همین مدتی که از سال 1402 میگذره، یعنی 5 ماه گذشته، میزان سلاح و مهماتی که توسط رژیم به اصطلاح کشف و ضبط شده به چند هزار قبضه سلاح میرسه. مثلا همین چند روز پیش فرمانده انتظامی سیستان بلوچستان اعلام کرد که تعداد 61 قبضه سلاح جنگی و مهمات رو که تو یک خودرو سواری جاسازی شده بود تو بازرسی تو نیکشهر بلوچستان کشف کرد. قبل از اینم در تاریخ 12 مرداد دادستان عمومی بندر موسوم به خمینی گفت که 6 قبضه سلاح و هزاران فشنگ در این بندر کشف و ضبط شده. 2 هفته قبل از این تاریخ هم، یعنی 29 تیر، همین دادستان خبر کشف و توقیف 4740 فشنگ جنگی تو یک بازرسی از یک قایق رو داده بود. در تاریخ 15 مرداد، همین نیمه، یعنی 2 هفته پیش، فرمانده مرزبانی خوزستان خبر از کشف 10 قبضه کلت با 19 خشاب و همینطور 480 نزدیک 500 فشنگ جنگی کلاش رو داد. در تاریخ 12 خرداد باز خبر کشف و ضبط 6 قبضه کلاش و 15 قبضه کلت توی دهلوران در رسانه ها منتشر شد. 8 خرداد باز نشریه مشرق یک گزارش اختصاصی از کشف یک شبکه قاچاق سلاح و مهمات از عراق به ایران رو داد. تقریبا 1 هفته قبل از اون تاریخ هم در 28 اردیبهشت خبر کشف 30 قبضه کلت و 60 خشاب رو تو سرپرزه ها اعلام کرده بودن. تو فروردین ماه هم، یعنی اواخر فروردین، 30 فروردین هم خبر کشف 104 قبضه کلت و 6 قبضه کلاش و یک تیربار گرینوف در خاش و ایرانشهر منتشر شد. یک روز قبل از اونم خبر کشف 74 قبضه سلاح جنگی همراه با مهمات در استان آذربایجان غربی در خبرگزاری مهر منتشر شده بود. این خبرهایی که همینطور ادامه داشت که اگه من بخوام به همه اون اشاره کنم از حوصله برنامه خارجه. فقط اگر یک آمار کلی بخوام بدم، تو سال گذشته، یعنی 1401، به گفته سخنگوی فراجا 29000 قبضه سلاح تو ایران کشف شد که 3400 قبضش فقط تو آذربایجان غربی بود. خودتون میتونید میزان سلاح و با این اعداد و ارقام حس بزنید که چقدر هست. حالا خب من سوال اصلی اینجا این میشه که این همه سلاح و مهمات به چه منظوری وارد ایران میشه؟ چون این سلاح‌ها که الان هم تو تصویر دیدیم و خودشون هم منتشر کردن سلاح‌های شکاری که نیستن، بگیم مثلا برای شکار بخوان مثلا کلاشینکوف یا کلت تهیه کنن، این بشه؟ بله. این سوال دقیقاً موضوعی که سران رژیم رو واقعا به وحشت انداخته، چون واضحه که چه کسانی دنبال این سلاح هستن و به چه منظورم اونا رو میخوان. همین جوونا هستن که دنبال تهیه سلاح هستن تا بتونن جواب آتش پاسدارا رو و نیروهای مزدور انتظامی رو با آتش بدن. برای همین هم فرماندهان سپاه و انتظامی مرتب به صحنه میان و برای کسانی که سلاح دارن خط و نشون میکشن و به خیال خودشون میخوان اونا رو بترسونن که بیان و سلاحاشون رو تحویل بدن. مثلا هفته پیش، یعنی 21 مرداد، فرمانده انتظامی کرمانشاه که یک مزدوری به اسم مهدی حاجیان گفت که اگر از کسی سلاح داشته باشه بگیریم، حتی اگه استفاده هم نکرده باشه، بین 2 تا 5 سال زندان داره. یا فرمانده کل نیروهای انتظامی، یعنی همین پاسدار رادان،
در خرداد ما همین امسال دوباره تهدید کرده بود تو خوزستان که گفته بود به مثلا بیان سلاحاتون رو تحویل بدین. یک ماه قبل از اونم باز یه پاسدار دیگه‌ای به اسم قاسم رضایی که جانشین فرمانده فراجا هست از دارندگان سلاح خواسته بود که سلاحاشون رو بیارن تحویل بدن و الا با عواقب بدی مواجه خواهند شد. در طی همین مدت هم اگه اخبار رو دنبال کرده باشین، خبرهای به هلاکت رسیدن تعداد قابل توجهی از مزدوران رژیم در سپاه و بسیج و نیرو انتظامی توسط جوانان شورشی در استانهای مختلف منتشر شده. البته در برخی از این موارد هم به خاطر که این جوانا سلاح نداشتن تلاش کردن با وسایل دیگه این مزدوران رو مجازات کنن، اما شما از میزان سلاحی که به دست نیروهای رژیم افتاده میتونه حس بزنید که چه میزان سلاح در دست جوانا هست که درصد کمیش که گفتم کشف و ضبط شده، چون مردم ایران مصمم هستن که این بار جواب آتش مزدوران سرکوبگر رو با آتش بدن. بنابراین قدر مسلم این روند ورود سلاح به ایران یا به قول خودشون قاچاق نه تنها با این اقدامات رژیم کم نمیشه، بلکه پیش بینی میشه که بیشتر هم خواهد شد و مردم راه‌های جدیدی رو برای وارد کردن و به دست آوردن سلاح حتما پیدا خواهند کرد. بله، با تشکر از منوچهر منوچهری که وقت تو به ما دادی و در این گفتگو شرکت کردی، بسیار ممنون. با تشکر از شما.